برپایی تجمعات و نماز جمعه در استانهای بپاخواسته عراق علیه مالکی و مداخلات رژیم آخوندی با شعار خواسته ما تغییر و احقاق حقوق مان است. خطیب بیجی: میزان تقلباتی که در انتخابات عراق انجام گرفته بالای 90% است. به گزارش تلویزیون بغداد، نماز وحدت جمعه در 6 استان بپاخواسته عراق در 517 روز جنبش با شعار خواسته ما تغییر و احقاق حقوق ما است برگزار شد. این تجمعات در حالی برگزار شد که حملات و درگیری سنگین نظامیان مالکی با انقلابیون عشایر در رمادی و تهاجم از 3 محور به یوسفیه و آتشباری 3 روزه در منطقه الرأی بغداد و آتشباری کور در فلوجه و موج انفجارهای زنجیره‌ای در بغداد جریان داشت. جنبش مردمی در استانهای بپاخواسته تأکید کرد که تا تحقق تمامی خواسته هایشان پایداری خواهند کرد و ثابت قدم خواهند بود. خبرگزاری نینا، خبرگزاری اصلی عراق، به نقل از یک منبع در شورای علمای فلوجه خبر داد این شورا تصمیم گرفت نماز وحدت جمعه امروز را برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن نمازگزاران با آتشباری کور نظامیان مالکی در 4 مسجد در فلوجه برگزار کند. شیخ محمد فیاض به خبرگزاری نینا گفت نماز وحدت جمعه از شروع بحران الانبار تا امروز ادامه داشته است و تا زمانی که به همه خواسته های متحسنین پاسخ داده شود ادامه خواهد داشت. به گزارش الجزیره در فلوجه آتشباری کور نظامیان مالکی بر مناطق مسکونی جنوب شهر 7 تن کشته و 5 تن مجروح بر جای گذاشت. این آتشباری بیمارستان فلوجه را هدف قرار داد که تصاویر آن بر روی اینترنت منتشر شده است. همچنین تلویزیون التغییر از درگیری سنگین در رمادی بین نظامیان مالکی و انقلابیون عشایر خبر داد و گفت مرکز شهر رمادی شاهد درگیری‌های سنگینی است. شیخ عبدالملک عبدالمجید خطیب بیجی در نماز جمعه این شهر اعلام کرد میزان تقلباتی که در انتخابات عراق انجام گرفته بالای 90% است. خطیب جمعه بیجی گفت در جریان رأی‌گیری در منطقه کمربندی بغداد به نفع جریان‌های ذی‌نفوذ در دولت تقلب شده است و الا چطور امکان دارد اکثر آرا در آنجا به کسی داده شود که مردم این مناطق را مورد تجاوز قرار داده است. خطیب بیجی افزود غیر قابل قبول است که دولتی که در این سالها دست به کشتار مردم زده و به نوامیس آنان تعدی کرده و آنها را کوچ داده و دست به بازداشت های ظالمانه در مورد بیگناهان زده مجدداً بر سر کار بیاید. به گزارش تلویزیون الغربیه، شیخ جادالله الدوری، خطیب تکریت، استمرار آتشباری هوایی و توپباران مناطق فلوجه و رمادی و اصرار مالکی بر گزینه نظامی در حل بحران‌ها را محکوم کرد و خواستار جبران خسارات وارده به مردم شد. الغربیه گفت در تکریت نماز جمعه وحدت در مسجد هدا برگزار شد و شمار زیادی از مردم تکریت در آن شرکت کردند.